بینندگان عزیز کرد کانال، سلام و عرض ادبی. دوباره با پوشش خبری دیگه ای از سری برنامه های رومال در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز و گرانقدرمون جناب خالد حسن‌پور، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در ارتباط با اپوزیسیون ایران. جناب حسن‌پور سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب بابک عزیز و همچنین کارکنان کرد کانال، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. این فراخوان هایی که در سطح ملی پخش شد، سه روز 24 و 25 و 26 رو به عنوان تجمع و اعتصاب بر علیه حکومت فاسد جمهوری اسلامی اعلام کردن، مردم بهش لبیک خوبی گفتن. متعاقبا احزاب مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هم بیانیه ای داد و فراخوان روز 26 رو تا ظهر اعتصاب و بعد از ظهر اعتراض به مردم کردستان پیشنهاد داد. معمولا مردم خوب کردستان، مردم عزیز کردستان به فراخوان های مرکز همکاری احزاب همیشه لبیک گفتن و به درستی استقبال کردن از این مثلا از این موضوع. به نظر شما چقدر میتونه تأثیر داشته باشه این فراخوان ها و چرا این فراخوان ها تأثیر زیادی داره روی مردم عزیز کردستان؟ خب این بر حال وضعیت انقلابی در ایران رو نشون میده که مردم آمادگی دارن و در یک فاز انقلابی دارن زندگی میکنن و طبیعتا خود سالگرد این سرکوب قیام 98 هم خیلی مهمه برای مردم و میخوان در این روز ابراز بستا عرض اندام بکنن در میدان و به رژیم بگن که ما یک بار دیگر در میدان هستیم. اما تا جایی که به کردستان مربوط میشه، خب اعتراضات در این منطقه بهینه است و مردم از بهانه میگردن، بهانه که به هر حال وجود داشته باشه تا بتونن علیه رژیم دست به اعتراض بزنن. به باور من از قبل معلوم بود که مردم در سراسر ایران به این درخواست سازوکارهای مدنی، احزاب، سازمانها، فعالان سیاسی در رابطه با سالگرد این قیام جواب مثبت میدن، ولی خب در کردستان هم طبیعتاً همینطور بود. اما خب موشکباران و حمله نظامی رژیم به اماکن حزب دموکرات و احزاب دیگر سیاسی باعث شد به باور من جلو بیفتند و حقیقتاً میتونم بگم این اعتصاب و این تظاهرات در کردستان دو رگه اساسی داشت. یکشون حمله به مراکز احزاب کردی و دیگری در حقیقت یک نوع پیوندی با بخش های دیگر ایران در رابطه با سالگرد قیام. موشکباران به حال اتفاقیه که جمهوری اسلامی بهانه خودش میدونه برای فرافکنی از داخل، از اون بحرانی که در داخل درگیرشه و پایه های حکومت خودش رو متزلزل میدونه. اپوزیسیون خارج از کشور نسبت به این فرافکنی های جمهوری اسلامی به نظر شما واکنششون چجوریه؟ پیگیریشون از منظر حقوقی در سطوح بین المللی و به اصطلاح محکوم کردن جمهوری اسلامی در مجامع مختلف، نقششون تا چه حد میتونه مهم باشه؟ خب طبیعتا نقش مهمی دارن در رابطه با بیستا همه رویدادهایی که در کردستان و در بخش های ایران اتفاق میفته و همین هم باعث شده که به هر حال تظاهرات و خیزش ها در خود اروپا هم باعث نقطه عطفی بشه و دولت ها، پارلمانتر ها، احزاب سیاسی، محافل حقوق بشری و سیاسی از مردم ایران به طور عموم و مردم کردستان پشتیبانی بکنن. تا جایی که به موشک باران و حملات نظامی رژیم برمیگرده، خب طبیعتا ما یک سری واکنش ها دیدیم از طرف کنسولگری امریکا و دولت عراق. اما من فکر میکنم محکومیت این حمله نظامی رو و کلیه رفتار رژیم با مردم در خیابون ها رو اونا در یک پاکت میبینن
و یک جوری هر دو رو محکوم میکنن. خود اپوزیسیون هم بخشن بخش دموکرات جمهوری خواه و عدالت خواهش طبیعتا همه اطلاعیه دادن و این رو محکوم کردن و همدردی کردن با حزب دموکرات کردستان و احزاب سیاسی دیگر کردی، ولی خب بخشی از اپوزیسیون که مشروط خواه و سلطنت طلب هستن ما رسما چیزی ازشون ندیدیم که به این معنا که بتونن این حمله رو محکوم بکنن صریحا به صورت نوشته. اما خب طبیعا ما دیدیم اونها هم اینجا و اونجا از محکومیت این حمله حرف زدن. بنابراین اپوزیسیون در حال حاضر چون اپوزیسیونی است در حقیقت در رابطه با در صحنه سیاسی ایران در بورس سیاسی هست و طبیعتا به نظراتش توجه میشه تا حدود زیادی در اروپا و آمریکا. دیروز شبکه یک آلمان یک خبری رو پخش کرده بود که نه آمریکا، حالا دقیقا اشاره نکرده بود که کدوم سخنگو بوده، وزیر امور خارجه بوده یا کدوم منبع این خبر ذکر شده، پایان برجام رو اعلام کرده و مرگ برجام رو اعلام کرده. آیا جمهوری اسلامی داره به سمتی میره که در حقیقت دست به یک انتحار بزنه، دست به یک خودکشی سیاسی بزنه که در داخل به این شکل داره متزلزل و به سقوط نزدیک میشه، در خارج از روابط دیپلماتیک بین المللیش هم برجام مرگش اعلام بشه؟ قطعی مرگ جمهوری اسلامی هم اعلام شده. به باور من برخورد صریحی که اروپایی ها بخصوص فرانسه و آلمان و انگلیس کردن به دولت ایران در رابطه با سرکوب تظاهرات و این خیزش ها خیلی صریح‌تر و روشن‌تر از برخورد آمریکا بوده تا حالا تا اکنون. خب اونا اروپایی ها به طور کلی خیلی ناراحتن از اینکه دولت ایران تسلیحات نظامی برای روسیه میفرسته، به خصوص موشک ها و پهبات های انتحاری، و طبیعتا این جنگ خیلی از منظر اروپا مهمه، از منظر امریکا هم همینطور. بنابراین اروپایی ها به باور من وارد یک فاز جدیدی شدن که از این حالت اومدن بیرون که با ایران مصالحه بکنن به باور من، و وارد یک فاز جدیدی شدن که رژیم رو به طور کلی دارن به طور کلی زیر فشار میگیرن. اما تا جایی که به امریکا مربوطه کرد بابا که عزیز، به باور من هنوز سیاست روشنی در رابطه با ایران نداره و به باور من شاید هم درست نباشه، ولی هنوزم که هنوز این رژیم، این امریکا دنبال اینه که بعد از این قیام مسلحانه گشایشی در ایران وجود بیاد که بتونه از طریق مصالحه با بخش از حاکمیت بتونه به باور من به نوعی حکومت از ایران ادامه بده. به باور من این رو تعقیب میکنه، این رگه رو در ایران تعقیب میکنه، واسه اینه که ما صریح نمیبینیم امریکا بیاد رو خط. به عنوان حسن ختام گفتگومون و فرمایش های حضرت عالی میخوام ازتون سوال کنم که شما چشمنداز روزهای آتی رو از این خیزش انقلابی چطور میبینید؟ ببینید به باور من که بابا که عزیز، خیزش سه مرحله رو، تقریبا دو مرحله رو پیموده وارد مرحله سوم شده. مرحله اول که این سیکلوش کند که در عرض یک هفته رژیم همچنان که همیشه میگفت جنبش رو یا بستا خیزش رو جمع میکرد و به خونه میفرستاد. به باور من این جنبش، این سیکلوش کند. سیکل دومش این بود که مرحله دومه که حدوداً با این شروع شد که مبارزات مردم، اعتراضات مردم همراه سرکوب‌های شدید ادامه یافت و این باعث شد که در میدان فعالان مدنی، کادرهای میدانی به وجود بیان که رهبری جنبش رو به دست بگیرن، به خصوص در مرکز ایران و در کردستان. خودتون میدونید که این جنبش سرداره. بنابراین این مرحله خیلی مهمی بود که علی رغم سرکوب شدید ولی جنبش تونست ادامه پیدا بکنه. مرحله سومش به باور من از دیروز شروع شد که در آستانه سومین ماه از این جنبش
با این اعتصاب سراسری که بخش های مختلف ایران، بخصوص شهرهای بزرگ ایران به این پیوستن و بعدا هم به تظاهرات پرداختن در شهرها مثل کردستان، به عقیده من گام بزرگی به طرف در حقیقت این حالتی که بهش میگیم برگشت ناپذیر برداشت. اما هنوز به باور من به اونجا نرسیده که توازن نیرو جوری عوض شده باشه که به حساب بگیم که به نفع مردم و به زیان رژیم. و میدونیم که نیروهای رژیم هم دارن سرکوب میکنن، یعنی هسته قدرت تصمیم داره که سرکوب بکنه، ولی ادامه این جنبش من مطمئنم که باعث میشه که ریزش در نیروهای رژیم ایجاد بکنه و فروپاشی ایجاد بشه و ما وارد مرحله دیگری میشه به باور من. سپاس از اینکه دعوت ما رو بر حضور در برنامه پذیرفتید. جناب خالد حسنپور، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در ارتباط با اپوزیسیون از آلمان، سپاس. ممنونم، خسته نباشید. که بابا بینندگان عزیز، با پوشش ویژه‌ای از سری برنامه های رومال در خدمتتون بودیم. مهمان گرانقدرمون جناب آقای خالد حسنپور، امیدوارم از گفتگوی خوب ایشون بهره‌های لازم رو ببرید. تا برنامه بعد براتون آرزوی شادی و سلامتی و روزهای خوب میکنم. درود بی پایان.